و محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، به نظر میاد که لحن کشورهای اروپایی و آمریکایی پس از حمله اسرائیل به رفح تغییر کرده. فکر میکنین که این فشارهای بین المللی قادر اسرائیل رو از این طرح، از این حمله زمینی منصرف بکنه؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. خیر، من فکر نمی‌کنم که این اتفاق بیفته و اسرائیل به نظر میرسه که خیلی مصممه برای اینکه به رفح حمله کنه. آقای نتانیاهو در یک مصاحبه با شبکه ABC آمریکا چند روز گذشته گفت اینکه از ما خواسته بشه که به رفح حمله نکنیم مثل اینه که از ما خواسته بشه که در جنگ شکست بخوریم. و من به چند دلیل این رو بسیار قریب الوقوع میدونم. یک دلیل این که اسرائیل اعلام کرده که بین چهار تا پنج گردان از گردانهای حماس در رفح مستقر است و برای از بین بردن اینها باید به شکل زمینی به اونجا حمله کنه. مضاف بر این که این احتمال وجود داره که بخشی از رهبران حماس، به خصوص اسرائیل، به شدت به دنبال یحیی سنوار و رهبران ارشد حماس در رفح باشن و همینطور این احتمال وجود داره که یک بخش زیادی از گروگان‌ها یا همه اونها در رفح نگهداری بشن. در هر حال حمله زمینی به رفح دسترسی میده به گردان‌های حماس برای ارتش اسرائیل، احتمال کشتن یا دستگیری رهبران حماس رو ایجاد میکنه و تکلیف گروگان‌ها رو حتی اگر به قیمت کشته شدن اونها باشه مشخص میکنه. علاوه بر این من دو دلیل اصلی و دو دلیل فرعی دیگر رو میدونم که فکر میکنم اسرائیل حمله رو حتما انجام خواهد داد. یک دلیل که یک بخشی از تونل‌هایی که در واقع از رفح به سمت صحرای سینا میره، اینها اون تونل‌هایی هستن که اسرائیل ادعا میکنه که در طول 15 سال ازش قاچاق سلاح انجام شده. گرچه که آقای سیسی زمانی که در مصر به قدرت رسید در سال 2014 یک بخشی از این تونل‌ها رو از بین برد، اما به نظر میرسه که همچنان این تونل‌ها وجود دارن و ازشون سلاح قاچاق میشه. اما به غیر از این دو، به نظرم موضوع مهمتر اینه که اسرائیل برای طرح‌های بعد از جنگ خودش در مورد غزه حتما دسترسی زمینی به رفح رو نیاز داره. بر اساس طرح‌هایی که از اسرائیلی‌ها دیدیم، قراره که مناطق حائلی در آینده ایجاد کنن. طرح‌های مختلفی هست، اما در یکی از این طرح‌ها 3 کیلومتر منطقه حائل قراره ایجاد بشه که هر کسی وارد این 3 کیلومتر با فاصله از مرز اسرائیل بشه بهش تیراندازی بشه. بنابراین دسترسی کامل به کل نوار غزه و به خصوص به رفح از این نظر، از نظر امنیتی، برای اسرائیل بسیار مهمه. اون دو دلیل فرعی هم یکی این هست که اسرائیل بالاخره نیم نگاهی داره که اگر که به رفح حمله کنه، این جمعیت 1,400,000 نفره ممکنه که مرز با مصر رو بشکنه و به سمت مصر بره و این باعث نگرانی بسیار زیاد مصر شده، در حدی که تهدید کرده که از صلح کمپ دیوید رو در واقع تعلیق میکنه. و دلیل آخر هم اینه که آقای نتانیاهو حتما انگیزه های شخصی داره برای ادامه جنگ، پایان جنگ، حتی اگر به مفهوم پایان نتانیاهو نباشه، چون فرماندهان ارشد نظامیش گفتن استعفا میدن، به مفهوم اینه که زمان پاسخگویی فرا میرسه برای ایشون. آقای قائدی، به انگیزه های شخصی آقای نتانیاهو اشاره کردین. از دیدگاه شما چه فاکتورهای اصلی باعث شده که تا این لحظه نه تنها آتش‌بسی صورت نگیره، بلکه جنگ شدت بیشتری هم پیدا کنه؟ اگه کوتاه پاسخ بفرمایید ممنون میشم. حتما. خب یک بار آتش‌بس موقت انجام شد، اما دلیل اینکه این تکرار نشده اینه که حماس آزادی گروگان‌ها رو منوط کرده به خروج کامل اسرائیل از غزه و توقف کامل جنگ. گرچه که در این مدت ما مذاکرات متعددی در لهستان، قطر و مصر داشتیم، اما در نهایت طرحی که در پاریس در واقع چارچوب‌هاش مشخص شد، طرفین رو کمی به هم نزدیک کرد. حماس پذیرفت که در 3 مرحله گروگان‌ها رو آزاد کنه. در مرحله اول زنان و کودکان و بیماران رو و یک وقفه 45 روزه در جنگ ایجاد بشه و در مرحله دوم خواستار خروج اسرائیل از غزه شد که اسرائیل این رو نپذیرفت. اما این احتمال وجود داره که با سفر آقای برنز فردا به منطقه ممکنه که گشایشی در این مورد هم حاصل بشه. بله، سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که همراه ما بودید.